شش فرزند انسان عبارتند از اول نفس که در محسوسات جای دارد، دوم شیطان که در موهومات جایگزین گردیده، سوم عقل است که گویای معقولات است و چهارم علم است که جویای معلومات است، پنجم فقر است که خواهان معدومات است و ششم توحید است که طالب ذات واحد است. وقتی این شش در اختیار و به فرمان انسان باشد، آدمی در مقام خلافت الهی خود جاودان پا بر جاست و به نطق و سخن برتری یافته و شناخته شده. زیرا این جهان از یک سخن حق پدید آمد که گفت بشو پس شد. چو اصل آمد سخن اکنون تو میگوی، سخن خواه و سخن پرس و سخن گوی. خلیفه و شش فرزند که در آغاز کتاب الهی نامه عطار از آنان یاد کرده کاملا سمبولیک و نمادین است. خلیفه آدمی است که جانشین حق است و هر یک از فرزندان سمبول و رمزی از وسعت وجودیش. پادشاه حقیقی آن است که بر ابعاد وجودی خیش چیره شود و آنان را هماهنگ کند. توی شاه و خلیفه جاودانه، پسر داری شش و هر یک یگانه، پسر هر یک تو را صاحب قرانی است، که اندر فن خود هر یک جهانی است. یکی نفس است و در محسوس جایش، یکی شیطان و در موهوم رایش، یکی عقل است و معقولات گوید، یکی علم است و معلومات جوید، یکی فقر است و معدومات خواهد، یکی توحید و کل یک ذات خواهد. چو این هر شش به فرمان راه یابد، حضور جاودان آنگاه یابد.